سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. پرو داستان‌های سفر، امروز میخوام در مورد یه موضوع خیلی پرسوال و چیزی که ما خیلی باهاش برخورد میکنیم صحبت کنیم. اینکه برای خیلی جای تعجبه که چطور ما همیشه در سفریم، چطور زندگی ما همیشه، یعنی ما جای ثابتی نداریم، خونه نداریم و همیشه تغییر لوکیشن میدیم، توی سفر هستیم. برای خیلی سواله. و یه چیز خیلی جالب این که خیلی وقتی ما رو به یه نفر معرفی میکنن میگن که ندا و کوروش همیشه توی سفرن و در ادامهش میگن اون رو خونه ندارن. بعد مخاطبمون تو دو حالت قرار میگیره، یکی که با خودش میگه واو چه هیجان انگیز آدم همیشه تو سفر باشه، چقدر رویایی، چقدر رمانتیک. از یه طرف اون قسمتی که میگه خونه نداره، طرفی داره شوک میشه که آخه یعنی چه خونه ندارن، ندارن خونه، نمیتونن خونه داشته باشن، داستان چیه؟ حالا من میخوام اینو بیشتر در موردش امروز صحبت کنم که داستان چیه. یه کسی که خونه نداره مفهومی داره، چطور میشه که یک نفر اون منطقه امنشو ترک کنه و بره و مدام در سفر زندگی کنه. افرادی که این سوالا میپرسن اصولا دو دسته هستن. افرادی که با تأسف میگن ای وای، یعنی خونه نداری، یعنی جای ثابتی نیستی، کی میخوای خونه بگیری. یه عده دیگه با شوق و حالا یه میکسی هم بعضیاشون با حسرت. عده اول که خب واقعا مشخصه، شاید واقعا دوست داشته باشن که این زندگی رو داشته باشن، دوست داشته باشن اینو حتی بهش فکر کنن، اما ترساشون نمیذاره. میشه توی منطقه امن زندگی کردن، همه چی مشخص بوده، مسیر رفت آمد، کدوم سوپر چیزی بخرن، چه وسایلی داشته باشن، تختشون چه جوری باشه، بالششون چه چیزی باشه، حتی بالششون هم اگه عوض بشه براشون سخته. آخه بزغاله ها رو کوروش، خیلی باحال اینجایی که هستیم. اون دسته دوم یه تعدادشون میشن اون تینیجرا که خیلی پرشور حیاتن، وای منم بزرگ بشم میخوام این کارو بکنم، خیلی هیجان انگیزه. تو همین دسته اونایی که حسرت میگه خیلی جالبه. میبینتت میگه همیشه در سفری، وای خوش به حالت، وای خوش به حالتون. یه جوری میگه خوش به حالتون اصلا ما واقعا خودمون شرمنده میشیم. بعد میگه وای از زندگی من. بعد شروع میکنه از زندگی خودش، چه زندگی داره. بعد شروع میکنه که چه ازدواج کرده، چند تا بچه آورده، حالا بچه‌هاش چه داستانایی دارن. خلاصه اینو براتون بگم که ما در نهایت اون زندگی رو میکنیم که انتخابش کرد. حتی ما که داریم این زندگی در حال حرکت رو داریم و در سفر هستیم، سختی هایی داریم، ولی چون خودمون انتخابش کردیم اونا رو دوست داریم. همون سختی ها برای ما روان رنجوری ایجاد نمی کنه. ولی اگر آدم اون شیوه زندگیشو خودش انتخاب نکرده باشه، رنج میبره از سختی ها. و به نظر من این میتونه خیلی موثر باشه. اون دسته که دوست دارن سفر کنن و اما نمیرن و میگن ای بابا ما الان از کی میخواستیم یه شمال بریم، نمیشه. چرا نمیشه؟ میدونی چرا نمیشه؟ چون این آدما میخوان وقتی که این سفر رو میرن همه چی مشخص باشه، اون دامن امنه رو با خودشون جابجا کنن، از تو خونه بردن ببرن یه جای دیگه. یعنی چی؟ یعنی تو مسیر قرار کجا نهار بخورن، بعد حتما باید توی یک جایی خونه بگیرن که خیلی تر و تمیز و شیک و فلان باشه، که اصلا خب قیمتش میره بالا. میان و همه این برنامه‌ها رو هم هر از گاهی انجام میدن و برمیگردن، که از شیوه سفر مورد علاقه ما نیست و هیچ ناشناخته‌ای رو تجربه نمی‌کنن. همون هم براشون دست نیافتنیه، چون یه سیف مالی داشته باشن تا بتونن این سفر رو برن. یه چیز جالب براتون تعریف کنم پیرو همین صحبت، این که ما یه دفعه با یه خانواده آشنا شدیم تو سفر که اینا تازه از سفر شمال برگشته بودن. شاید باورتون نشه اینا یه گوسفند برای 4 روزه شمال به خودشون بردن، یعنی گوسفند رو سر برده بودن، شقه کردن، کل گوسفند رو با کله پاچه و همه چی بردن. بعد اینقدر گوش خورده بودن حالشو خراب بود، اصلا گفت وای همش گوش خوردیم، زور چنچه خوردیم، فلان خوردیم، شیشلیک خوردیم، کله پاچه خوردیم، و گوسفند خورده بودن و برگشته بودن. خب ببین شیوه های سفر واقعا خیلی متفاوته. کسایی که تو پیج ما هستن میدونن که ما چقدر متفاوت از این داستان سفر میکنیم و همینه که شدنیش میکنه. یه دم هستن که به نظر من سندروم بیقراری دارن تو سفر، یعنی مثلا اگه رفتن قشم باید تمام سوراخ سنباهای قشم رو ببینن، اصلا نمیشه با هر مکافات و فلاکت و هر قیمتی که شده، یعنی میرسن فلان جا، فلان غار، فلان فلان، اون ساحله، یه ساحل اون پشته، باشه بریم اون ساحله رو ببینیم. ولی واقعا
نمیخوام اصلا مقایسه کنم، میخوام بگم که داستان مایی که همیشه در سفریم چطوریه. واقعا برای ما دیدن خیلی از لوکیشن ها اصلا مهم نیست. ما میرسیم به یه شهری، یه آدمی رو گیر میاریم، یعنی به پست آدم میخوریم، آدم خیلی برامون جذابه، اصلا از کنارمون جم نمیخوریم، میشینیم باش حرف میزنیم، گپ میزنیم، میرسیم به یه لوکیشن خیلی حال میکنیم، میشینیم ساعت ها به اون نگاه میکنیم، خوشحالیم باهاش، کیف میکنیم. یه چیز جالب برات، یه خاطر جالب، ما تو سفر به یه دوستی رسیده بودیم، یعنی تازه تو سفر باش دوست شد، فکر کنم یه روز دو روز باهاش بودیم، یعنی من به معنای واقعی کچل شدم، بی اغراق هر دو دقیقه یا سه دقیقه، دو سه روز کامل هر دو دقیقه یا سه دقیقه از من میپرسید سیر جون رفتی فلان جا رو دیدی، کرم رفتی فلان جا رو دیدی، شما شیرازی فلان جا رو دیدی، اصفهان رفتی. آقا بابا پدرت خوب، مادرت خوب، ما اصلا نمیخوایم اینجا رو ببینیم. میخوام بگم این دغدغه ما از گشتن نیست که اینجا اونجا اونا رو همه رو تیک بزنیم. واقعا اگر یه جایی برسیم که حالمون خوب باشه، آرامش داشته باشیم، امن باشه، میزنیم زمین و یه هفته شاید 4-5 روز میبینیم بغلش هم یه شهره که ما اصلا به اون شهر اصلا نرفتیم و برامون اصلا جاذبه ای هم نداره که اون شهر رو بریم. اولین منظره رو نگاه کنید چقدر قشنگه. واقعا ترجیح ما اینه که اینجا باشی، ولی یه ترجیح دیگه دارم. حالا من خورده با طنز میگم، امیدوارم که دلخور نشید که مثلا حالا اگه شما اونجوری دوست دارید، من خودم میخوام شیرین با مزه تعریف کنم. داد دل آقایون، خرید به همه چی اولویت داره. میخرن دیگه، باید یک سال، نه بابا دو سال، سه سال فامیل و همه رو خرید کنم. یه چیز جالب برات تعریف کنم. ما یه دفعه قش چادر زده بودیم، تو تاریکی نشسته بودیم و داشتیم کنار آتش برای خودمون کیف میکردیم. یه دفعه عده رسیدن به ما ملحق شد، بعد یه خانومی بود اومد گفتش که ای شما وای چقدر دوست داشتم ببینم، تو تاریکی اصلا نمیدونم خدای کی هستن، نمیشناسم. اومدیم و نشستیم نشستن دور آتش و ندا جون چقدر خوشحال شدم، دمت یه سوال ازت دارم. حس بعد من گفتم خدای چه سوالی میخواد بپرسه؟ خواهد در مورد مثلا موتور سواری بپرسیم، موتور سواری سخت نیست، خطرناک نیست، چی کار کنم، چه جوری فلان اینا، یا مثلا چه سوال سختی میتونه داشته باشه، یا مثلا اذیت نیست، یا چه میدونم سوالی که همین میپرسن. سوال چی بود؟ بنویسم خودم پایین. نه. سوال تو اون نصف شب تو تاریکی این بودش که شما تو عکسات این لباس متفاوتن تو میکنین، چجوری لباس رو تو باکس موتور جا میدین این همه لباس؟ من هرجوری موده بودم چی جواب بدم، کوروشان یه جواب خیلی آبرومندانه داد، گفت لباساش مال خودش نیست، از کسی میگیره. و یه از به کوروش چیکار کردم، میگم این چه جوابی بود تو داده، خب که تو آبرومار بردی کاکو، بی برداشتی این حرف زدی. و گفتم که منظور کوروش اینه که اون لباسای سنتی رو که من میپوشم، بله من از اقامتگاه میگیرم، ولی راست گفت، واقعیت رو بخواد راست گفت، من هیچ وقت نمیرم اون لباس سنتی ها رو با اون دم و دستگاه، به خاطر لباس کردی که خب به هر حال اقلیم کوروشیناست، من باید لباس کردی داشته باشم، از اونجایی که خیلی هم دوست داشتم که کرد باشم، ولی واقعا لباس های دیگر رو همین روستاها مردم باشون دوست میشن میدن، مثلا میگن بیا عکس بگیر باهاش فلان اینا، اون موقع استفاده میکنم. حتی خیلی وقتا باور کنید برای ماها که مدام در سفریم، اونا میدونن، بچهای که اهل سفر میدونن، خیلی وقتا ما لباسامون رو چینج میکنیم، چون دوستمون دو شرخ سواره، مثلا این تیشرت مال من باشه، این تیشرت مال تو باشه، بعد با هم دیگه عوض میکنیم، یا مثلا میگه این شلوار مثلا من یه گرمه نمیدونم رو دو شرخ نمیتونم بپوشم، تو بپوش، من میگم آ این بلوز من دیگه استفاده نمیشه، ما داریم رو به سرما، این مال تو، با اینا با هم دیگه عوض میکنیم. خیلی برای ما عادی، برای ما این مهمه که کم بخریم، کم مصرف کنیم. برسیم سر اصل داستان، واقعا فلسفه ما از زندگی کم داشتنه. این شاید برای خیلی ها قابل درک نباشه، ما با یه توریستی توی سفر برخورد کردیم، خیلی حرف جالبی زد، خلاصه وقتی دور بر هم دیگه جمع میشیم خیلی حرفمون به دل هم دیگه میشینه، مثلا بیزینسمنا که مثلا چی خریدیم، چی شو، چه قصد کردیم، حال میکنم، ما هم با این سوال میکنم. حرف خیلی جالبی زد، گفت تو برنامه زندگی پولدار شدن نیست. احساس کردم چقدر ما همینیم، من و کوروش هم همین، پولدار شدن نیست. دوست داریم، همه دوست دارن رفاه نسبی رو براش تلاش میکنیم، تلاش که میکنیم خب تو راسته فعالیت‌های خودمون سعی می‌کنیم نرم افزار جدید یاد بگیریم، مثلا همین که با یوتیوب آشنا شدیم بهش خیلی امید داریم که شما لایک کنید، کامنت بذارید تا کارمون بیشتر بگیره، بتونیم خرج سفرمون رو در بیاریم، واقعا موقعی که خسته‌ایم و دلمون هتل می‌خواد بتونیم بریم، همه اینا هست، اصلا غیر قابل انکاره. ولی ایدئال ما سفر رفتن، سفر هتل تلیو لاکچریو نمیدونم لباس های زیاد فلان برداشتن و اینا نیست، سفر ما رفتن و دیدن و تجربه کردن و گشتنه. و شاید واقعا برای یه عده باور این سخت باشه که ما نمیخوایم خیلی چیزا رو داشته باشیم. زندگی که ما میگیم زندگی در سفر،
برای ما توی همون لحظه زندگی کردن مهمه، یعنی توی آن زندگی کردن، همون لحظه. اگه همین لحظه که اینجا خوشحالیم و حالمون خوبه، دیگه به یه جای دیگه و به یک مکان دیگه فکر نمی‌کنه، ذهنمون درگیرش نمیشه که وای مثلا پشت این کوه هم اونجا مثلا یه بازار ببینیم، این واقعا قفله. و اینکه ما وقتی زندگی انتخاب کردیم که یه زندگی کلیوار باشه، یه زندگی هیچی نداشته باشیم، یعنی وقتی میگم هیچی نداشته باشیم میخوام یه جاهایی رو باز کنیم برای داشتن یه چیزای دیگه. نمیدونم دیگه، خیلی دارم فلسفی توضیح میدم ولی واقعیت رو دارم بهت میگم. خیلی آرتون خیلی سال ما رو میشناسیم ولی شاید هم یاد جدید باشیم. واقعا این برای ما یه ایدئاله، اینکه احساسمون و ذهنمون رو تغذیه کنیم تا فقط به فکر خوردن و پوشیدن و خریدن و داشتن و داشتن و داشتن و داشتن باشه. و شاید برای خیلی یا این قابل درک نباشه، ولی ما رو هم در بین هزاران نفری که به اون سبک دارن زندگی میکنن بپذیرید که میشه افرادی هم اینجوری زندگی کنن و شاید این بتونه یه تلنگری باشه که پس میشم خیلی چیزا رو نخواست. سفر خیلی به ما کمک کرد که خودمون رو بهتر بشناسیم، هم همدیگر رو هم خودمون رو. و خلاصه این داستان رو براتون تعریف کردم که بله، ما فعلا در سفر زندگی میکنیم و فعلا تصمیم داریم که بهش ادامه بدیم. اولین سالی که به سفر داریم قرار بود یه سال در سفر زندگی کنیم، بکنیم دو، سه، چهار، الان امسال پنجمین ساله که ما در سفریم و خیلی این سبک زندگی رو دوست داریم. و اگر شما هم ما رو دوست دارین و دوست دارین به این سبک ادامه بدین، ما رو در یوتیوب همراهی کنین. اگر سوالی دارین میتونین کامنت بذارین و تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار. من برم که واقعا این غروب قشنگه و نمیخوام که از دستش بدم. بای بای.